اینجا بازار مرکزی موبایل در اربیل هست، پایتخت اقلیم کردستان عراق. با هم یه چرخی توی این بازار موبایل بزنیم ببینیم چه خبره، قیمتاشون چجوریه به نسبت دبی، چجوریه قیمتا به نسبت ایران، چجوریه و خلاص یه چرخ بزنیم ببینیم چه خبره. دقیقاً مثل دبی اینجا هم بچه هیچ اهمیتی به ویترین مغازه ها نمیدن، کاملاً میبینید کثیف، کاملاً ویترین ها کثیف و هیچ اهمیتی واقعاً. ببینید شما گوشی ها رو ببینید چقدر کثیف، آخه چرا واقعاً ببینید چقدر کثیف، خدا ای خدا قدر ما رو نمیدونیم دا، قدر ما رو نمیدونیم. اما قیمت های عراق به نسبت دبی بچه ها 10% اختلاف داشت، یعنی 10% توی دبی گوشی ها ارزون تر بود. حالا این چیزایی که من میگم بچه همش شما رجیستر رو اصلا خارج کنید، بدون رجیستر منظورمه. چک کردم قیمت های شهر اربیل، شهر سلیمانیه با دبی 10% اختلاف داشت. دبی 10% توی آیفون ها ارزون تر. بچه اینجا هم دقیقا مثل پاسش علایدین دست فروش داره، نمیدونم کنار خیابون وای میستن و تقریبا شبیه بازار تهران هستش، فرق نداره. اینجا هم عمده فروش هست، نمیدونم، خب چیزی به اسم رجیستر وجود نداره، همون قیمت های جهانی موبایل هرچی هست اینجا هم همونه، باید سوده جزئی که هزینه حمل و نقلش باشه. اما توی کردستان عراق کاملا برعکس دبی، خیلی فروشنده هاشون محترمن، خیلی خیلی محترمن، خیلی خونگرمن، خیلی احترامتو میگیرن، جواب سوالاتتو تا جایی که واقعا بلد باشن میدن و این چیزی بود که من تجربه کردم از خرید توی کردستان عراق. موبایل فروشاشون همشون خلاصه هر سنفی که شما در نظر بگیری واقعا من راضی بودم و برعکس سنف موبایل توی دبی که واقعا احترام هیچکیو نمیگیرن، جواب هیچکیو نمیدن، اما اینجا کاملا خونگرم، صاف و صادق هستن. کلا کردها همینجورن بچه ها، آدم های صاف، صادق و خونگرمی هستن. دمتون گرم واقعا، من که خیلی حال کردم. خب اینم بازار موبایل بچه ها. اینجا هم دقیقا مثل دبی هیچ اهمیتی به کارتون اجناس نمیدن، اینا همش کار کرده است، همش کار کرده است، فقط یه لیبل روش هستش که اطلاعاتش نوشته و همین. اگه جعبه بخوان اونا براتون درست میکنن. اینجا هم قیمت جعبه ها به قول معروف به همراه لیبل هست، مثل ایران دقیقا، بدون لیبل، با لیبل. ولی خب جعبه هیچ ارزشی نداره. قیمت موبایل بچه ها توی عراق مخصوصا آیفون خیلی ارزون تر بود، واقعا ارزون تر بود، خیلی خیلی. من چک کردم اکثر آیفون ها البته همراه رجیستر دیده، همراه رجیستر، من رجیستر رو کم میکنم، واقعا قیمتش به نسبت ایران ارزون تر. ببینید شما 12 پروی 128 نات اکتیو داره اینجا، من چند جا دید، البته این اکتیوه، نات اکتیو هم بود داخلش، اینم نو اکتیو. ببینید 12 پروی 256 نو اکتیو، ببینید چقدر خب. بیاییم پانیتر رو ببینید، واقعا ویترینا در حد صفر، هیچ لیبل ها رو ببینید. اینجا لیبل میزنن که سلامت باتری ها میزنن، دیگا میزنن. ببینید این برعکس گذاشته، ببینید شما، میگم واقعا هیچ اهمیتی نمیدن. سوال ریتک خود اپل هست، میبینید اینجا هم یک سال گارانتی شرکت های عراقی رو روش زدن. جعبه های ریتک خود اپل به این شکل. یه نکته دیگه ای که دیدم خیلی برام جالبه، اینجا کار کرده ای آیفون خیلی طرفدار داره، خیلی، ولی کار کرده گوشی اندرویدی اکثرا کار نمی کنن. شما یه دونه گوشی کار کرده اندرویدی نمی بینید، همش کار کرده گوشی آیفون هست. می بینید شما، من خیلی گشتم، چند تا پاساژ رو گشتم، یه دونه کار کرده اندروید ندیدم، خیلی برام عجیبه.
سری 14 پرو پرو مکس. ببینید شما کار کرده ها، شما از آیفون 8 بگید، XS، X، 11 پرو، 11 پرو مکس، 11 معمولی، همش کار کرده هاشون آیفون واقعا. حالا این برم ببینیم سری 12 و 12 پرو. ولی قیمت ها مناسب بود، هم کار کرده و هم آکبند، واقعا به نسبت ایران خیلی مناسب بود. اینجا من خیلی دیدم گوشی های دست مردم که چیه، واقعا بیشترش گوشی های میان رده سامسونگ و شیائومی بود. آیفون تقریبا مثل ایران بود دیگه، زیاد نبود. خیلی برام عجیبه این همه ماشین های با کلاس دارن ولی خب گوشی هاشون اکثرا میان رده بود. بهترین ماشینای روز دنیا زیر پاشونه، ولی خب برام تعجب بود واقعا چرا و به چه دلیل گوشیاشون اکثرا میان قدر هست. یه ویترین خیلی خاص بچه ها وسط بازار موبایل، خیلی خوشگل ویترینش بود، شیطان قدیمی. مثل پاساژ علایالدین خودمون اینجا هم بخش عمده فروشی لوازم جانبیشونه که در هم و بر هم و به هم ریخته است دیگه. میبینید دقیقا شبیه علایالدین خودمون. اینم بهتون بگم بچه ها، تنوع قاب و لوازم جانبی موبایل توی ایران خیلی خیلی بیشتره، خیلی خیلی بیشتره. ما رو دست کم نگیرید، قدر ما رو بدونید، خواهش میکنم. چیزی که من دیدم توی لوازم جانبی همه چی تقریبا مشترک هست با ایران، فرق نمیکنه، همشون همونه، قیمت هم یکیه. قیمت لوازم جانبی با ایران بچه ها هیچ فرقی نمیکنه. توی بعضی از جنس ها من چک کردم ایران ارزون تر بود قیمت لوازم جانبی.